پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟ آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزاداران و قبولی عزاداری یک یک شما هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که صحتمند باشین. فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدانه به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و خدا را شاکر هستیم که یک بار دیگه به ما توفیق سوگواری سالار شهیدانه به ما عنایت کردند و در کنار دسترخوان اهل بیت جمع شدیم و انشالله که استفاده ببریم. همراهی کنین برنامه روشنا را از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری در کنار شما عزیزان و همه بیننده های محترم و به خصوص هموطنان گلم هستم و امیدوار هستم که مثل همیشه تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. همراه با خواهر خوما خانم عالمی عزیز در استودیوی برنامه روشنا هستیم. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما خانم زهری عزیز و همچنین سلام و احترامات مخصوص دارم خدمت همه بینندگان محترم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت سید شهدا علیه السلام را و انشاءالله که همه ما بتوانیم در این روزها در مجالس عزای امام حسین علیه السلام شرکت کنیم و به اون معرفت واقعی حسینی انشاءالله نائل بشیم. انشاءالله. بله، از پیامبر بزرگ اسلام روایت هست که در شهادت امام حسین علیه السلام حرارت و گرمایی در قلب و دل مؤمنان هست که هیچگاه سرد و خاموش نمی شود. انشاءالله که به همین گونه باشه و امیدوار هستیم که بتانیم در این ایام ماه محرم همزمان با گریستن درست بنگریم و درست نگریستن رو هم یاد بگیریم و همزمان با شعور حسینی رو هم تجربه کنیم و از این قیام عاشورا درس‌هایی بیاموزیم که بتانیم در زندگی اونها را عمل کنیم. و اما برنامه امروز و موضوع امروز ما میخواییم بررسی کنیم که نقش امام زین العابدین علیه السلام در قیام عاشورا چی بوده. خانم معلمی عزیز، ما میدانیم که به هر حال در قیام عاشورا ما دو مرحله داریم. مرحله اول که امام حسین علیه السلام هست و اجرای عدل و عدالت و به خاطر احیای دین محمدی قیام کردن، به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن به رهبری امام حسین علیه السلام و یارانش. و در مرحله دوم این قیام عاشورا مرحله هست که افشاگری و تثبیت هست که به رهبری امام زین العابدین علیه السلام. حالا ما میخواییم در این قسمت بیایم نقش امام زین العابدین علیه السلام را در قیام عاشورا بررسی کنیم. بله، خب حضرت امام زین العابدین علیه السلام یکی از شخصیت های اصلی و مهم واقعی عاشورا محسوب میشن و خب قبل از اینکه خب وارد بحث بشیم من یک نکته را عرض کنم شما خدمت شما خانم زهری عزیز. شاید بسیاری از حتی پیروان حضرت امام علی علیه السلام و حسین علیه السلام تصورشون برای این باشه که خب ما در بین اون واقعی عاشورا که وجود داشتن امام زین العابدین یک شخصی بوده که بیمار بوده. بله. و بیمار بوده و خب ناتوان بوده و توانایی خاصی نداشتن به لحاظ جسمی و همیشه این ذهنیت تا جایی که من یادم میاد که این ذهنیت در ذهن همینطوری بوده امام بیمار. دقیقاً همینطور. حالا خب امام زین العابدین در یک محدوده خاصی و یک زمان خاصی بیمار بوده. بوده که همیشه دائم. ولی خب این سر زبان ها بسیار افتاد تا جایی که من یادم میاد که یک بنده خدای سالها پیش من خیلی طفل بودم که در خانه ما آمده بود، وقتی که از او میپرسیدم یک شخصی بود که خب یعنی سواد نداشت و از این میپرسن که امام ها تعداد امام ها رو بشمار و وقتی میشمارد 13 تا امام میشد.
بعد میگفت که وقتی میشمردیم میگفتیم که حضرت عباس را شمار میکرد. بعد ما میگفتیم که حضرت عباس، امام رضا میگفت چطور ما 12 امام داریم، حالا ما که میشمرم 13 میشه. بعد حضرت عباس را وقتی میشمردن میگفتن که چطور میشه که امام سجاد، امام زین العابدین دو بیماری امام بودن ولی حضرت ابوالفضل عباس درفت در میدان جنگ شهید شده ولی امام نیست. یک ذهنیتی بود که بله بله. در بین برخی از افراد یعنی وجود داشت. و چرا واقعا برمیگرده به همون تبلیغی که خب از زمان عاشورا شده و همیشه به سر زبان ها افتاده که امام زین العابدین علیه السلام بیمار بوده و نتوانسته در جنگ شرکت کنه و این بوده. نقش نداشته در صحنه عاشورا. دقیقاً هم قسم نبوده. و هیچ نقش نداشته. یک قسمش بوده و یک قسم دیگه هم که همیشه میگفتن که امام زین العابدین همیشه در حال عبادت بوده. بله. و اینها چیزهایی هست که خب شاید تبدیل به یک نوع حتی شبهه میشه که مثلا که امام زین العابدین یک شخصی بوده که بیمار بوده و حالا بعد از این که در واقع عاشورا بیمار بوده و نتونسته بجنگه و بعد از او هم یک امامی بوده که همواره فقط به عبادت مشغول بوده و خب خیلی اطلاعات چندانی در مورد شخص و رفتارها و فعالیت‌های سیاسی و ولایی حضرت امام زین العابدین بین مردم شاید خیلی با قول معروف تبلیغ نشده، معرفی نشده باشه. بله بله. امام زین العابدین زمانی که در صحنه عاشورا وجود داشتن میگن حضور داشتن گفته میشه که بین 22 تا 25 سال بوده. این یکی که میگه 22 ساله بوده، یکی میگه 24 ساله بوده. بله. و واقعا هم بیمار بودن، یعنی در هم بره زمانی کوتاه امام زین العابدین، حالا این قطعا حکمت خداوند متعال بوده که مصلحت های خداوند بخواب ایشان بیمار بودن و در همون زمانی که بیمار بودن هم باز هم ما وقتی که تاریخ را مطالعه میکنیم میبینیم که امام زین العابدین در همون حالت بیماریش هم همیشه آرزو داشتن که در زمانی که پیکار شروع شد در روز عاشورا تمام تلاششون بوده که به جنگ برن. حتی اینطور نبوده که هیچ تلاشی نکرده باشن و خب چون بیمار بودن یک گوشه نشسته بودن و هیچ حرکتی انجام ندادن. بنابراین نقش امام سجاد علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام را ما میایم در دو زمان بررسی میکنیم که در واقع عاشورا چه تأثیر داشته. یک در روز خود عاشورا بوده که امام سجاد علیه السلام در روز خود عاشورا چه نقشی داشتن و یک پس از واقع عاشورا بوده که قطعا او تمام مسائلش برمیگرده هم مباحث بعد از واقع عاشورا. در روز عاشورا گفته شده که وقتی که حضرت امام حسین علیه السلام تمام یارانشون را از دست میدن و ندای همه حلم ناصر سر میدن، امام سجاد علیه السلام با همون شدت نمیتونه تحمل کنه. دقیقاً واقعا نمیتونه. این صدا رو میشنون، صدای پدر رو میشنون، ولی با همون شدت ضعف و بیماری که داشتن ایشان از جای خودشون بلند میشن و شمشیر میگیرن که به سمت میدان برن. وقتی که میخوان به سمت میدان برن یکی از عموهایشون خب میگه امام حسین علیه السلام میگن که خب به ام کلثوم میگن که به فرزندم بگو که شما بر شما واجب نیست که الان در جهاد که بیمار بوده واجب بر شما واجب نیست. درست. خب اینجا در حقیقت امام سجاد علیه السلام هم اون وظیفه جهادشون را انجام دادن چرا که عزم میدان کردن. بله. ولی از اون طرف چون امام حسین علیه السلام ولی بودن و امام بودن، ولایت داشتن، امر ولایت را هم باید اطاعت میکردن. باید اطاعت میکردن. اینطور نبوده که امام سجاد علیه السلام خب اگر میتونستن که قطعا میتوانستن به جنگ برن. ولی خب چون این امر و این دستور از جانب حضرت امام حسین علیه السلام بوده، ایشان هم دستور رهبر و امام خودشون را اطاعت کردن. بله. و هم خب به نحوی به سمت میدان هم رفتن و خب و امر جهاد را هم یک به نحوی خب متحمل شدن. حالا امام حسین علیه السلام هم بنابر مصلحتی گفتن که به جنگ نیاین. دقیقا همینطور است. به میدان نروند. به میدان نروند. خب این مال روز همون روز عاشوراست که امام سجاد علیه السلام از میدان کردن. ولی خب امام حسین علیه السلام به ایشان دستور دادن که به خیمه برگردن و در کنار بقیه اهل بیت حضور داشته باشن. خب این حادثه عاشورا وقتی که اتفاق میفته و بعد از اون خب ما میبینیم که بعد از اینکه حادثه عاشورا اتفاق میفته و تمام میشن، خب تمام اهل بیت علیهم السلام به اسارت گرفته میشن. بله بله. حالا معلمی یک درس بسیار بزرگی در این قسمت ما میتونیم بگیریم. همه جوانای عزیز ما درس بسیار بزرگی میتونن بگیرن.
امام سجاد علیه السلام هم یک جوان بود. امام زین العابدین علیه السلام جوانی بود. بسیار جوان بود. بله. از حضرت علی اکبر کوچکتر بودن. این اطاعت کردن از امام زمان خودشان یک درس بسیار کلان است برای ما. دقیقاً. و برای جوانان امروز ما که امروزه نیاز ای را دارن که باید متوجه ازی باشن که خب ما در تکیه خانه های امام حسین میریم شرکت میکنیم، عزاداری میکنیم. خب چی باید بیاموزیم، چی باید یاد بگیریم از امام زین العابدین علیه السلام به عنوان یک جوان کربلا و به عنوان از اینکه چه قسم اطاعت کرد از امام زمان خودش و چگونه با وجود بیماری و مشکلات خودش باز هم صبر و استقامت کرد و میخواست که به میدان بره به خاطر احیای دین و به خاطر اطاعت از امام زمان خودش. این خودش میتونه یک درس بسیار بزرگی باشه برای ما و همه شما جوانان عزیزی که بیننده برنامه ما هستیم. بعد از یک وقفه کوتاهی که میگیریم باز هم همچنان با برنامه روشنا همراه باشیم. امام سجاد علیه السلام همواره می فرمود چگونه آب بنوشم و طعام بخورم و حالان که پسر رسول خدا را با شکم گرسنه و لب تشنه شهید کردند. زنده باشین و سپاسگزار از همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم و امیدوار هستم که مثل همیشه بیننده برنامه روشنا باشین و التماس دعا داریم از همه شما عزاداران امام حسین، شما خواهر عزیز و مادر گرامی که عزادار امام حسین علیه السلام هستی و چقدر نیکو هست و امیدوار هستم که با یک مطالعه دقیق از قیام عاشورا و اینکه امام حسین علیه السلام و یارانش چه کرد و هدف این قیام چی بود عزاداری میکنی و خوشحال هستیم که امروز هم در جمع صمیمی شما خانواده های محترم هستیم با موضوع نقش امام زین العابدین علیه السلام در قیام عاشورا. خب خانم عالمی، در بخش مرحله اول که در خود روز عاشورا بود و قبل از عاشورا نقش امام زین العابدین علیه السلام را بیان کردیم که چه قسم و چگونه میخواستن که در رکاب امام زمان خودش باشه و چه قسم اطاعت کردن و حال میپردازیم و بعد از قیام آبی، بعد از روز عاشورا نقش امام زین العابدین بعد از عاشورا چی بود؟ خب بعد از واقعه عاشورا پرچم خونین امام حسین علیه السلام به دست امام زین العابدین افتاد. این امام زین العابدین اینجا پرچمدار ولایت شدن. ایشان خب مسئولیت امامت را از همون لحظه ای که امام معصوم به شهادت میرسن، امام حسین علیه السلام، از همون لحظه امام زین العابدین میشن ولایت مردم بر عهده ایشون میشن. و یکی از مصلحت های امام حسین علیه السلام هم همین بود که بعد از شهادت خودش کسی باشه که پرچم ولایت در دست او برسه. دقیقاً همینطور باشه و این کسی نبود جز امام زین، حضرت امام سجاد علیه السلام، یعنی از کل خاندان بنی هاشم تنها کسی که این صلاحیت را داشت قطعا فقط ایشان بودن که هم زنده مانده بودن و چنین صلاحیت را داشتن و از جانب خداوند خب از پیش اینها تعیین شده بودن و قطعا امامان قبلی اینها را خب میگفتن که مثلا بعد از ما چه کسی امام و ولی مردم میشن. خب امام سجاد علیه السلام پرچم خونین امام حسین علیه السلام را خب بر عهده داشتن. ایشان بعد از اینکه خب به اسارت
مردم دشمن در آمدن، سپاه یزید در آمدن، خب امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری رو خب همه میدونن که بعد از این واقعه اسارت تمام اون مباحث عاشورا که اومد تبلیغ شد، تثبیت شد و تداوم یافت، همه اینها برمیگرده به او سخنان روشنگرایانه و با بصیرت امام زین العابدین و حضرت زینب کبری سلام الله علیها. بله. یعنی اگر حضرت زین العابدین علیه السلام در کنار حضرت عمه بزرگوارشان حضرت زینب کبری سلام الله علیها اینها اگر نمی بودن، بله، قطعا واقعی عاشورا به این شکلی که امروز ما میبینیم انقدر زنده و اینقدر ماندگار هست نمی بود. این شاید مردم امروز اونقدر نمیدونستن که در اون زمان چه مظلومیت ها و چه درد ها و اون رنج های متحمل حضرت امام حسین علیه السلام و خاندانشون شد. و نه فقط او اینها پیامشون رسوندن اون مظلومیت امام حسین علیه السلام بود، که پیامشون دقیقا همون هدف و برنامه بود که امام حسین علیه السلام از قیام عاشورا داشتن. یعنی امام حسین علیه السلام از هدفشون از قیامی که داشتن و ریختن خون خودشون و اهل بیتشون و یارانشون، این که بخوان دین اسلام واقعی، دین ناب محمدی را به مردم معرفی کنن. محمد و آل محمد. بله. چرا که ما میبینیم که در زمان بعد از رحلت حضرت رسول اکرم، وقتی که حکومت خب جا به جا شد و تا زمانی که امام علی علیه السلام به حکومت رسید که یک زمان بسیار کوتاهی بود که 5 سال بیشتر نبود. درسته. و بعد از اون امام حسن مجتبی که خب اینا در مدت خیلی کوتاهی که خب ایشان خلیفه بودن و هم امام بودن، خیلی زمان بسیار کوتاهی بود که بعد کلن بحث خلافت و اون زعامت کشورهای اسلامی به دست امویان افتاد، یعنی به دست کسانی افتادن که واقعا اینا نه اهلیت اسلام داشتن. بله، یک خفقان عجیبه. خیلی زمان دوره بعد بودین، در دوران حضرت امام حسن مجتبی بیشترین تحریف ها در اسلام صورت گرفت، بیشترین اون حالت که خود معاویه به قدری بر علیه اهل بیت علیهم السلام، به قدری بر علیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بر علیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، چه به وسیله تزویر بود، یعنی بخواد مردم رو باهی فریب میدادن، چه به وسیله تهدید بود که یک جاهایی از تهدید استفاده میکرد، یعنی معاویه که مردم رو تهدید میکردن، بزر و زیور میخریدن. بز دقیقاً با اینجا بود، یا به وسیله همین واقعا دیگه دقیقاً همینطوره، یعنی با زر و زیور مردم رو میخریدن، به این وسایل، با این حیله ها، با این ابزار معاویه به قدر مردم را نسبت به اهل بیت، یعنی دور کرده بودن که مردم با اهل بیت هیچ آشنایی نداشتن، مخصوصا حتی کسایی که مثلا در دوردست ها بودن، حالا حتی کسانی که در شهر کوفه هم بودن، اینها هم حتی همینطور بودن، اینها هم به یک نحو، کسانی که در مدینه بودن به یک نحو، کسانی که در شام وجود داشتن، یعنی خود معاویه خب اونجا مستقر بود، که اونجا که اوضاع بسیار در حالت خفقان بود، به قدری بود که اصلا مردم فقط اسلام را به واسطه بنی امیه میشناختن، یعنی اصلا از زمانی که اسلام ظهور کرد اینها فقط بنی امیه رده بودن و تا زمانی که خب امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن. خب در این شرایط بود که امام حسین علیه السلام قیام کرد برای احیای دین، یعنی برای احیای دین قیام کرد. بله. و این قیامش اگر امام سجاد علیه السلام نبود، بله، و افشاگری های امام سجاد در کنار از زینب سلام الله علیها نبود، قطعا اینها تداوم پیدا نمی‌کرد و تبلیغ پیدا نمی‌کرد. خب میتونیم عمده فعالیت های حضرت امام سجاد علیه السلام در واقعی در تثبیت و تبلیغ عاشورا، اولیش هم برمیگرده به همین خطبه هایی که امام سجاد علیه السلام در برخی جاها داشتن. ایشان 3 تا خطبه داشتن در زمانی که یک خطبه ایشون در زمان اسارت بود که وقتی که وارد شهر کوفه میشن، و یک خطبه دیگه وقتی که وارد شام میشن، یعنی اول سفر در سال 61 وقتی وارد شام میشن، اونجا یک خطبه ایراد کردن که بسیار خطبه غرایی بود، یعنی بله، اوج موفقیت امام زین العابدین علیه السلام در همه خطبه بود که در شام ایراد فرمودن. و یه خطبه دیگه هم که وقتی که اهل بیت علیه السلام وارد شهر پیامبر میشن، وارد شهر مدینه، که اونجا هم یک خطبه بسیار کوتاه اما تاثیرگذار را ایشان بیان فرمودن. درست. یعنی عمده فعالیت های ایشون بعد از واقعه عاشورا برمیگرده به همین خطبه هایشان. بله بله. خب یعنی اگر این تلاش ها و این فعالیت ها و این افشاگری های امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام نبود،
و این استقامت و این پایداری و به خاطر ولایت و به خاطر احیای دین اگر نبود، خب مسلم است که ما امروزه معلوم نبود که بر چی دینی می بودیم و آیا اصلا مشعل شمع فروزان امام حسین علیه السلام آیا تا به امروز برافروخته می بود یا نمی بود. این جزء سوالاتی هست. خب پس ما واقعا باید افتخار کنیم به وجود این بزرگواران. دقیقا همینطور هست. بله. و ما حتی هر آنچه که داریم، حتی از نه فقط شیعه بلکه اسلام، حتی دنیای اسلامی که شاید حضرت امام حسین علیه السلام را با عنوان امام و پیشوا خب اینا قبول نداشته باشن، اما چون محب امام حسین هستن، همین دین اسلامی را که اونها دارن سوایی از اعتقادات شیعی ما، همون را هم همین واقعی عاشورا هست که حفظ کرده، وگرنه شاید ما الان نامی از اسلام باقی نمیماند واقعا. خب اولین خطبه ای که ما گفتیم امام سجاد علیه السلام ایراد فرمودن، خطبه بود که ایشان در بعد ورود به شهر کوفه در مسجد کوفه ایراد کردن. بله. خب در وقتی که شما میدونین که وقت اسرای کربلا اینها وارد شهر کوفه شدن، خب خیلی بسیاری از مردم کوفه واقعا دیدگاهش نسبت به اسرا اصلا خیلیشون اصلا نمیدونستن که اینها اهل بیت هستن، که اینا خاندان اهل بیت هستن، میگفتن اینها خارجی هستن. بله. میگفتن خارجی یعنی کسانی که خب از حتی ممکن است اینا تصور میکردن که اینها حتی اهل اصلا عرب هم نیستن. بله. این تصور رو داشتن. کسایی هستن که بر حکومت روز اینا آمدن و میخواستن که حالا بر اساس امروز میخواستن اینا افراد هستن که کودتا کنن. حالا بر اساس دقیقاً همینطوره. صحبت امروزی که میخوایم بیان کنیم، همه فکر میکردن که اینا کسایی هستن که خروج کرده بودن بر مثلا بر خلیفه مسلمین خروج کرده بودن و اومدن خروج کردن. خروج کردن و واقعا همینطور بودن. این تصور عامه مردم این شکلی بود، گرچه که بسیاری هم میشناختن، اما اون عموم مردم از این مسائل اصلا آگاه نبودن. وقتی که اهل بیت وارد کوفه میشن و امام سجاد علیه السلام اونجا خطبه خودشون، امام حضرت زینب خطبه خودشون رو میخونن و وقتی که نوبت به حضرت امام زین العابدین علیه السلام میرسن، امام زین العابدین اولین کاری که میکنن شروع میکنن بعد از حمد و ثنای الهی و معرفی حضرت رسول اکرم و حضرت امیرالمومنین علیه السلام، میان خودشون رو معرفی میکنن. این خیلی جالب هست که امام سجاد علیه السلام در اون زمانی که فاصله نگه از وفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا زمان شهادت امام حسین، نگه چقدر سال شد، 40 سال بیشتر نبوده باشه. بله. ولی مردم بالکل اهل بیت را فراموش کرده بودن. واقعا نمیدونستن که اینها کی هست، چه کسانی هستن. امام زین العابدین خودشون رو معرفی میکنن و در معرفی خودش میگن که من علی ابن الحسین هستم، فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام. و نبی مدیریت ببینن از شروع اولین کاری که میکنن معرفی فقط خود. معرفی خودش، برای که حضرت امام سجاد علیه السلام میدونن که مردم ناآگاه هستن، یعنی حتی نمیشناسن عموم مردم حضرت ایشان رو و اهل بیتشون رو نمیشناسن. و ایشان وقتی که معرفی میکنن، بعد از معرفی کردنشون، بعد ایشان میفرماین که خب من فرزند کسی هستم که در شط فرات مظلومانه به شهادت رسید و بدون اینکه خونخواهی از او بشه، بدون اینکه هیچ انتقامی از اونها گرفته بشه. و بعد خب وقتی که اینطور معرفی میکنن، مردم شروع میکنن به گریه و زاری کردن. این تازه بله. مردم متوجه میشن که اینها چه کسانی هستند. بله. این اولین وقتی که امام سجاد علیه السلام صحبت میکنن و امام و حضرت زینب سلام الله علیها، مردم تازه متوجه میشن که با اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روبرو هستند. و اینجا هستش که مردم خب به گریه و زاری میپردازن و اینها، و امام سجاد علیه السلام میفرمان که شما همون کسایی بودین که از پدر من دعوت کردین، پدر من دعوت کردین، برایش نامه نوشتین و با اونها به پدر من عهد بسته بودین که یاریش کنین. درست. ولی بیوفایی کردین. بله بله. و در همینجا خب گفته شده که یک عده اونجا میام که به قدری گریه و زاری میکنن، در حضور امام زین العابدین وقت قرار میگیرن، از ایشان میخوان میگن که خب ما میایم الان با تو پیمان میبندیم، با تو عهد میبندیم که بیایم دوباره قیام کنیم بر علیه این خونخواهی امام حسین علیه السلام قیام کنیم. بعد امام سجاد علیه السلام میفرماین که من اون فریب شما را نمیخورم. شما یک بار پدر مرا فریب دادین. بله. و او را تنها گذاشتین و در صحنه اوست واقعی وقایعی که عاشورا برای پدرم و اهل بیتش رخ داد، ولی که من دیگه
دیگه به شما نمیتونم اعتماد کنم. واقعا هم همینطوره، واقعا قابل اعتماد هم نبودن اونها. بله. خب خانم عالمی اشاره میکنن که ما باید میان برنامه تقدیم عزیزان کنیم بعد از یک وقفه، باز هم همچنان با صحبت‌های شما و بیننده‌های عزیز ما خواهیم بود. علی ابن الحسین را از نظر ابن زیاد گذرانیدند، پرسید چیستی؟ گفت علی پسر حسین. ابن زیاد گفت مگر علی ابن حسین را خدا نکشت؟ گفت برادری داشتم نامش علی، مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت خدا کشت؟ گفت خدا جانها را به هنگام مردنشان می گیرد. ابن زیاد خشمگین شد و گفت در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز دل داری که با من سخن کنی؟ او را ببرید و گردن بزنید. زینب عمه‌اش در وی آویخت و گفت پسر زیاد، هرچه خون از ما ریختی بس است. و او را در آغوش گرفت و گفت والله از او جدا نمی شوم، اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش. ابن زیاد ساعتی به دندو نگریست، گفت خیشی عجیب است، به خدا سوگند که این زن دوست دارد با برادر زاده اش کشته شود. او را رها کنید، همین رنجوری وی را بکشد. علی با عمه خود گفت خاموش باش تا من سخن گویم. آنگاه روی به ابن زیاد کرد و گفت مرا از مرگ می ترسانی؟ ندانستی که کشته شدن ما را عادت است و شهید شدن کرامت؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سپاسگزار هستیم از جمع صمیمی همه شما بیننده های عزیز. شما بیننده برنامه روشنا هستین و بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. و با موضوع نقش امام زین العابدین علیه السلام در قیام عاشورا با شما عزیزان صحبت و گفتگو میکنیم. و این خود شما عزیزان متوجه هستین که قیام عاشورا همگی اونها مثل یک کلاس درس میمانن، مثل یک دانشگاه میمانن که ما درس های زیادی از او باید بیاموزیم. درس ایثار، درس استقامت، درس صبر، درس پایداری و بسیار بسیار چیزهای دیگه‌ای که مطمئن هستم که شما عزیزان بیننده اهل مطالعه هستین، اهل تحقیق هستین و مطمئن هستم که در این ماه محرم در قیام عاشورا و ای که چگونگی این قیام عاشورا رخ داده و هدف از قیام عاشورا چی بوده را حتما مطالعه میکنین و تحقیق میکنین و ماه محرم میتونه فرصت خوب باشه برای ما و شما عزیزان که بیایم زندگی نامه امام حسین علیه السلام و یارانش را مطالعه کنیم و ببینیم که اینها چگونه زیستن و چرا قیام کردن و چگونه قیام کردن و این رو بیایم به زندگی خود ما تطبیق بدیم و به هر حال ما هم میتونیم الگو بگیریم و درس بگیریم از لحظه لحظه زندگی این بزرگواران و این خاندان اهل بیت. و از امام زین العابدین علیه السلام پرسان کردن که چه صحنه‌ای برای شما سخت بود؟ سه بار گفتن اشام اشام اشام. و خانم عالمی عزیز هم مطمئن هستم در این مورد صحبت میکنن برای ما. خانم عالمی دقیقا. البته به صورت گذرا گفتن که امام زین العابدین علیه السلام را وقتی که به اسارت گرفتن همراه با حضرت زینب سلام الله علیها و بسیاری از زنانه، امام زین العابدین علیه السلام هم در اون شرایط سخت و در اون اسارت و بیماری که داشتن سختترین لحظات را تجربه میکردن که بسیاری از مردمانی که اونجا بودن وقتی که اینها اسرا را از پیشرویشان مثلا میگذراندن با سنگ اینا را همراهی میکردن و این لحظات سختترین لحظات بود برای این خاندان اهل بیت. و برحال ولی باز هم اینها از صبر و استقامت بر نداشتن، دست بر نداشتن و باز هم همچنان محکم بودن و همچنان استقامت کردن و باز هم همون استادگی و همون استقامتشان بود که تانستن افشاگری کنن و تثبیت کنن دینه. دقیقا همینطور است. بعد از اینکه
واقعی، حالا ما گفتیم اولین خطبه‌ای که امام سجاد علیه السلام ایراد کردن در کوفه بود و دومین خطبهشون همین بحث شام رو که شما فرمودید، وقتی که اسرای کربلا در اوایل سفر سال 61 وارد شام میشن، متاسفانه مردم شام به قدری با اهل بیت، یعنی از اهل بیت دور بودن، به قدری از اون آموزه های اسلام، اصلا با حضرت رسول اکرم از انقدر دور شده بودن که اینها وقتی که اسرای کربلا وارد شدن، از قبل اینها رو یک طوری زمین سازی کرده بودن که قرار هست یک عده خارجی و کسانی که بر خلیفه خروج کرده بودن و بر علیه دین اسلام خروج کرده بودن، اینها قرار وارد شهر بشن و اصلا مردم از قبل شهر را آذین بسته بودن. بله، به خاطر پیروزی ایشان، به خاطر پیروزی اسلام فکر می‌کردن که حالا اسلام بر کفر پیروز شده و یک عده انسان‌های بی‌دین قرار هست وارد شهر بشن و از قبل اینها آماده کرده بودن سنگ‌هایشون رو که اگر وارد شدن اینها رو سنگ باران بودن، که متأسفانه همین اتفاقات هم افتاد. بسیار توهین شده بود، چرا که خب ما میدونیم که بحث شام، زمانی که شام تحت سیطره معاویه بود، در او زمان مردم اصلا خیلی دور بود از مدینه دیگه اون زمان شام، و اینها خیلی از مسائل دینی را در اسلام از بنی امیه اصلا آموخته بودن. هیچ اطلاعات دقیق و خالصی از اسلام، از آموزه های اسلام اینها ندیده بودن. حتی بدگویایی که خب بعدها گفتیم در زمان حضرت امام حسن مجتبی، گفتیم وقتی که معاویه بر سر کار اومده بود، نسبت به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، مخصوصا نسبت به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، معاویه بسیار بدگویی زیاد داشته بود، یعنی در مخصوصا در مناطق شام، چون دوردست‌تر بود و اینها قابل دسترسی نداشتن به اهل بیت. خب اینها هر چی که اینها میگفتن خب گوش میدادن مردم، میگفتن حالا بدترین نسبت ها و حتی فحاشی میکردن. میگفتن معاویه یک افرادی را اینها اجیر میکردن که در بین مردم بره و اصلا ناسزا بگه به اهل بیت و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. و خب مردم با این افکار و عقاید اصلا اینها رشد پیدا کردن. چندین سالها بودن که در گوش اینها خوانده شده بود که حضرت علی علیه السلام چه کسی هست نیست، و اونها هر آنچه که بنی امیه به اونها گفته بود اینها شنیده بودن. درسته. وقتی که کاروان اسرا وارد شام شد، خب اینها هلهله و شادی کردن و امام زین العابدین علیه السلام دقیقا میشه گفت اوج پیروزیشون دقیقا در شام بود. وقتی که وارد شام شدن، ایشان به ایراد سخنان میخواستن، وقتی که وارد یک مجلسی در یزید، برای اونها یک مجلسی برپا کرد در شام. درست. و وقتی که یک مجلس رو برپا کرد، یک خطیب رو از قبل به او اجیر کرده بود که وارد در مجلس شام در حضور حضرت زین العابدین و بقیه اهل بیت علیه السلام بیاید و نسبت به حضرت امیرالمؤمنین بدگویی و ناسزاگویی کنه. وقتی شروع کرد به ناسزا گفتن و بدگویی کردن از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام بلند شدن و گفتن که تو چطور میتونی رضایت خلق خدا را بر رضایت خدا ترجیح بدی؟ درسته. وقتی که این رو گفتن و بعد به یزید رو بیزید کردن و گفتن که آیا اجازه میدی که من سخن بگم؟ بعد یزید مانع میشن، چون میدونن که امام سجاد علیه السلام خب قبلا در کوفه صحبت کرده، سخنرانی کرده و بسیار حتی تأثیر هم گذاشته و میدونن که اینها همه از یک خاندان هستن، از یک صلب، از صلب حضرت امیرالمؤمنین هستن و در فصاحت و بلاغت کلامی بسیار مهارت دارن. درسته. و اگر لب سخن بگه رسواش میکنه و همه قسم هم شد دیگه و همینطور دقیقا همینطور هم شد. وقتی که مانع میشن، بسیار از افراد خب میگن خب بگذاری همین یک جوان خامی هست، این چطور میتونه برای تو خطر داشته باشه؟ و یزید بسیار پافشاری کرد که نه، من احساس خطر میکنم. و بعدش خب بسیار از مردم اونجا سرصدا کردن و از یزید خواستن که امام سجاد علیه السلام بره و سخنرانی کنه. وقتی امام سجاد علیه السلام وارد گفتگو با مردم میشن، در ابتدا خب ائمه اطهار ما همیشه سخنانشون رو با ستایش و حمد الهی شروع میکنن و بعد صلوات بر حضرت رسول اکرم و بعد شروع کردن ایشان از فضائل حضرت رسول اکرم، از فضائل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی و امام حسین تا آخر لحظات فرصت داریم. یعنی تمام تلاش امام زین العابدین این بود که خاندان اهل بیت را معرفی کنه. برای چه کسانی؟ برای کسانی که 40 سال بعد از رحلت حضرت رسول اکرم اینها به قدری ذهنیتشون مسموم شده بود نسبت به اهل بیت که واقعا نمیدونستن که
حضرت علی کیست؟ یعنی امام حسن و امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی و امام حسن علیه السلام، اینها فرزندان فاطمه زهرا و نوادگان حضرت رسول اکرم هستند. بله. و ایشان خودشون رو معرفی کردن و گفتن و تمام فضائل خودشون را و اهل بیتشون را همه را یک و یک همه اونها را بین مردم نقل کردن و جالب بود که مردم برایشون بسیار جالب بود که اینها واقعا اهل بیت رسول اکرم هستن، اینها نوادگان حضرت رسول اکرم هستن. و حتی در بین همونها یک یهودی اومد گفت که ما اگر از موسی برای ما یک نواد از صلب موسی اگر نوهی بر ما می بود ما رو می پرستیدیم، چون اونها همچین سابقه داشتن، سابقه پرستش رو. چطوره که شما نوه پیامبر خودتون رو کشتین، به قتل رسوندین و حالا شادی هم میکنین؟ همین نحوه بیان چقدر این نحوه بیان حضرت باشه، یعنی همون فن بیان امروز است. دقیقاً همینطور، اون فصاحت و بلاغت و اون سیاستی که امام سجاد علیه السلام در سخنرانی هایشون داشتن باعث شد تا نگاه مردم، نگرش مردم شام نسبت به اهل بیت علیه السلام همون نگرش واقعی باشه که وجود داشته و به اینها تحریف شده بود. دقیقاً. حالا معلمی ببینیم مثلا ما اینجا برای ما یک درس دیگه هم هست، لحظه لحظه صحبت های شما میتونه برای ما درس باشه. یعنی ببینین، یعنی ما به عنوان یک انسان مسلمان مسئول هستیم که به اطلاعات خود ما، یعنی اطلاعات خود ما رو بالا ببریم در هر زمینه ای، حتی در زمینه فن بیان. مثلا ما بخوایم یک موضوعی را بیان کنیم باید با فصاحت بیان کنیم، باید کوشش کنیم، تلاش کنیم، بیاموزیم فن بیان خود ما را بالا ببریم، یعنی که بتانیم درست صحبت کنیم. درست صحبت کردن و خوب صحبت کردن و مدیریت کلام، مدیریت زمان باید متوجه باشیم، باید یاد بگیریم، باید این آموزه ها را در وجود خود ما پرورش بدیم. خود همین کلام امام سجاد و امام زین العابدین علیه السلام در خطبه هایی که بیان کردن در شام، خب خودش یک درس میتونه برای ما باشه. چه قسم و چگونه زیبا بیان کردن، به نحوی بیان کردن که تمام افراد و تمام کسایی که در باخ بودن همه منقلب شدن. واقعا یک انقلاب، اصلا این ادامه انقلاب حسینی بود. بله. یعنی خود اون تقریبا میشه گفت که نفوذ کلام امام سجاد علیه السلام خودش یک انقلاب جدید رو ایجاد کرده بود. بعد بله. از واقعه عاشورا اگر انقلاب کلامی امام سجاد علیه السلام نمی بود، شاید ما انقلاب حسینی رو امروز به این شکل نمیتونستیم اجرا کنیم در بین خودمون. تشکر و سپاسگزار خواهر خوب خانم معلمی و همه شما عزیزانی که بیننده بودن تا این لحظه، از حضور گرم همه شما سپاسگزار هستیم. یاد ما باشه که اول نماز حسینی و بعد عزای حسینی، اول شعور حسینی و بعد شور حسینی، و امیدوار هستیم که عزاداری های ما فقط گریستن نباشد بلکه نگریستن باشد. تشکر از همراهی تان، التماس دعا و خدا نگهدار.